دنیل کوهن، دختری که تفاوت چندانی با سلبریتی های مشابه امروزی ندارد. این دختر بر روی اینستاگرام 4 میلیون، تیک تاک 13 میلیون و بر روی یوتیوب 1.5 میلیون دنبال کننده دارد. قاعدتاً با این تعداد دنبال کننده درآمد بسیار بالایی از تبلیغات داره. به علاوه آن قراردادهای بزرگی که با شرکت‌های بزرگ می‌بنده که درآمد این دختر رو چندین برابر می‌کنه. این دختر اخیراً قدم در عرصه خوانندگی هم گذاشته و هدف‌های بسیار بزرگی برای این هدف خود داره. ولی چیزی که این دختر رو از دیگر شاخهای مجازی جدا میکنه سن این دختره که اخیراً مورد انتقاد همه رسانه‌ها قرار گرفته. این دختر مدعی است که 15 سال دارد، ولی اخیراً فاش شده که این دختر فقط 13 سال دارد، که این نکته از جرایم استثمار کودکان در آمریکاست. گزارش IWF هاکی است که اروپا در حال حاضر بزرگترین مرکز در جهان به لحاظ انتشار این مفاهیم غیر اخلاقی اینترنتی است. این آمار در اروپا نسبت به سال گذشته 19% افزایش یافته و هلند در رأس فهرست تولید حجم بالای این محتویات غیر اخلاقی استثمار کودکان در فضای مجازی در بین کشورهای اروپایی قرار دارد. به گزارش BBC این در حالی است که آمریکای شمالی در یک سال گذشته در مقایسه با اروپا وضعیت نسبتاً بهتری داشته است. در سال 2015 میلادی حدوداً 57% صفحات اینترنتی حاوی محتوای غیر اخلاقی در آمریکای شمالی وجود داشته، در حالی که در سال 2016 این رقم به 37% کاهش یافته و هم اکنون اروپا بالاترین آمار را از این حیث دارد. در این گزارش که فضای مجازی اروپا با در نظر گرفتن روسیه و ترکیه ارزیابی شده، 34,000 و 212 صفحه غیر مجاز به ترویج سوء استفاده از کودکان اختصاص دارد. این نهاد با هدف کشف و پاکسازی مفاهیم غیر اخلاقی از شبکه‌های اینترنتی در انگلیس فعالیت می‌کند. لطفاً نظرتون رو برای ما کامنت کنید، ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر ویدیو رو دوست داشتین برای حمایت از تیم آلبال ویدیو رو لایک کنید و در آخر فراموش نکنید که کانال آلبال رو سابسکرایب کرده و روی زنگوله کلیک کنید تا از ویدیوهای جدید ما باخبر بشید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود. برای تماشای مطالب جدید لطفاً بر روی یکی از ویدیوهای روبرو کلیک کنید. برای باخبر شدن از آخرین ویدیوهای ما کانال ما رو فالو کنید.